بعضی از پدر مادرهایی که به صلاح به مرحله طمع میرسن، آقا ما بچه‌مون رو روش خرج کردیم، رفت دانشگاه، از چقدر به صلاح هزینه کردیم، دختر که باید ازدواج میکرد ازدواجش ندادن، فرستاد این دانشگاه، فرستاد این نمیدونم دانشگاه خصوصی، درس نخوند، به صلاح این همه هزینه کردیم، الان کار میکنه، الان درآمد داره، درآمد میاد کجا؟ به خانواده. الان خانواده خودشون رو کیف میدن با این درآمد این دختر، حقوق این دختر. الان این پدر مادر نمیخوان که این دختر ازدواج بکنه، هر کسی میاد خواستگاری ردش میکنن. این رو در مصطلح فقهی میگن العضل. عضل یعنی اینی که پدر مادر به بهانه های واهی دخترشون رو به ازدواج در ندن. خب اینا دلیل از کجا اومد؟ از همین قضیه تاخیر در ازدواج. اگر این دختر مثلا ازدواج میکرد سر وقتش، الان با شوهرش بود، اگر میخواست ادامه تحصیل میده اقامه تحصیل میداد، اگر الان کار هم میکنه کار به خونه خودش میرفت، درآمدی که داشت به خونه خودش میرفت، میخواست پدر مادرش رو کمک میکرد، به هر حال در یک فضا بودند کمک میکرد. خب همه اینها زندگی ریتم به اصطلاح نرمالی رو به خودش میگرفت. اما وقتی که همچین کاری نمیکنیم دیگه تو این هچل میفتیم که میاد پدر مادر در این حالت هاست که دیگه یک درد سری هست، این دختره میخواد ازدواج کنه، پدر مادر نمیزنن، دختر خواستگار خوب میاد، پدر مادر رد میکنن. چرا؟ چون که پدر مادر وابستن به این حقوق چندرغاز این دختر خانم، خودش با این روندی که رفته داره به خودش هم ضربه میزنه و پدر مادر هم دیگه چیکار کنن دیگه؟ الان آقا چه کار بکنیم دیگه؟ اینجاست که به اصطلاح فقها میان میگن آقا در همچنین حالتی باید تحقیق بشه که آیا واقعا این دختر راست میگه. بله راست میگه. حالا که راست میگه ببینیم و ولی امر بعدیش کیه. پدر اگر این شایستگی ولی امری رو نداره، برادر بزرگتر، برادر بزرگتر نیست، برادر کوچکتر، برادر کوچکتر نیست، عمو، عمو نیست، به اصطلاح پدر بزرگ، پدر یک عالمه جنجالی که این رو به گونه ای این ولی امری رو از پدر سلب کنیم بدیم به کسی دیگه که آقا این رو ازدواج. اما همه اینها چه وقت از وقت خراب بصره. الان دیگه تأخیر در ازدواج شده، الان خواهیم دید که به صراحت این تأخیر در ازدواج چه پیامدهای بدی رو داره. این تأخیر در ازدواج اومد و این به صراحت تأخیر و معیار کار، برو درس بخون، درس خوندی، کار پیدا کن، کار پیدا کردی که ما بتونیم زن ببینیم، دختر همینطور تا بتونه که شیربهایی رو چی کنه، جهیزی برای خودش آماده کنه، نمیدونم پسر همینطور که شیربها بده، مهریه بده، فلان بده، انگار که میخوایم بریم مثلا این گاوه شیری رو بخریم، این گاوه رو بهش اهتمام میدیم که بیان بخرنش و اون طرف هم پول باید خوب جمع کنه تا بتونه گاوه خوبی رو بخره. قضیه کلش قضیه مادیات و خرید و فروش و بازار هست دیگه. اینجا معنویات، احترام انسانیت، ازدواج به عنوان یک عبادت، اینها همه این مفاهیم رو میبینید که در جامعه جاهلی کمرنگ و کمرنگتر میشه و این تأخیر باعث میشه که خیلی از جوانها دیگه نخوان ازدواج کنه.